وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که روز چهارشنبه 3 مهر جان کری وزیر خارجه این کشور پیمان کنترل معاملات تسلیحاتی جهان را امضا خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا بزرگترین صادرکننده سلاح‌های متعارف جهان است. از این رو پیوستن واشنگتن به پیمان تنظیم و کنترل معاملات تسلیحاتی بر اعتبار و اهمیت این پیمان می‌افزاید. پیوستن واشنگتن به این پیمان می‌تواند نفوذ آمریکا را بر تصمیمات بین‌المللی تقویت کند. اعلام آمادگی آمریکا برای امضای پیمان کنترل معاملات تسلیحاتی با استقبال سازمان عفو بین‌الملل روبرو شده است. دبیر کل عفو بین‌الملل در این مورد گفت این اقدام حرکتی مثبت در مسیر پایان دادن به صدور سیلاسای تسلیحات متعارف است که خشونت و سوء استفاده را تحریک می‌کند. عفو بین‌الملل می‌گوید 1/3 جنگ افزارهای متعارف در حال حاضر از سوی آمریکا به 170 کشور جهان صادر می‌شود. اندیشه ی عقد یک پیمان برای تنظیم و کنترل معاملات تسلیحاتی جهان برای اولین بار در کنفرانس سازمان ملل متحد که ژوئیه سال 2010 در نیویورک برپا شد موافقت 192 کشور عضو سازمان ملل را جلب کرد. اما متن این پیمان تاکنون تنها به امضای 86 کشور جهان رسیده و آمریکا از پیوستن به آن تاکنون خودداری کرده بود.